همون هم بازی اون کنده نفر کسی نمیداریم بکشن اینجا همون هستی خوشم به تو دیوار با سلام به بینندگان محترم تلویزیون کانال جدید و برنامه نبه ادام. من نوشین کدخدایی به همراه همکارم حسین خدایی‌فر برنامه این هفته نبه ادام رو تقدیم حضورتون می‌کنیم. در برنامه این هفته به درگذشت پدر رامین حسین پناهی و دزدیدن جسدش با عبدالله گلپریان دبیر کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران مصاحبه خواهیم کرد و همچنین به موضوعات دیگری از جمله دستگیری توماج صالحی خواننده رپ اعتراضی خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید. چند روز بعد از سومین سالگرد اعدام رامین حسین پناهی، متاسفانه روز 24 شهریور پدرش محمد حسین پناهی فوت شد و مقامات امنیتی جمهوری اسلامی جسدش را ربودند که با تلاش مردم کردستان مجبور به عقب نشینی شدند. ولی این خانواده مجبور شدند جسد را شبانه دفن کنند. دایی شریفه مادر رامین در این خصوص گفت: باز هم از این مردم شکست خوردید. آیا شرم نمی کنید جنازه یک پیرمرد 82 ساله را می دزدید؟ آیا شرم نمی کنید از این همه ظلم که به خانواده‌ام روا داشتید؟ تنها در مقابلتان ایستادم. سپاس از مردم کردستان که یک بار دیگر ما را تنها نگذاشتند. پیروزی از آن ماست. و اما رامین حسین پناهی شهریور 1397 به اتفاق زانیار و لقمان مرادی اعدام شد. جنازه رامین حسین پناهی بعد از اعدام به خانواده او تحویل داده نشد و خانواده‌اش از محل دفن فرزندشون اطلاعی ندارند. امجد حسین پناهی برادر او در سومین سالگرد اعدام برادرش در توییتر خود نوشته بود که پدرش به دلیل تحمل فشارهای روانی پس از آن و پیگیری شبانه روزی برای گرفتن نشانی از محل دفن پیکر رامین در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان بستری شده. امجد حسین پناهی گفته بود بخشی از خواسته های جدی خانواده ما بعد از اعدام رامین و فریاد ما نسبت به مجامع و نهادهای حقوق بشری و خود دولت این بوده که این فراقانونی است که بیگناه اعدام کردید، جنازه‌اش را به ما ندادید و حالا در یک مکان نامعلوم دفن کردید و اجازه نمی دهید که جنازه را به زادگاه خودمان برگردانیم. این بخشی از خواسته های اساسی و مدام خانواده ما بوده. پسر دیگر این خانواده اشرف حسین پناهی نیز توسط جمهوری اسلامی قبلاً ترور شد. با هم ویدیویی از پدر و مادر رامین حسین پناهی در مخالفتشون با اعدام رو ببینیم و بعد از اون عبدالله گلپریان رو همراهمون خواهیم داشت. حق رامین اعدام میاد. در واقع هم دخل خونت من بکر رامین اعدام. سمانه من یو براله خونت کن اینا به حکم امچنافه رامین اعدام میاد. اینا به کمک مجموع ای تنافع این آرام رامین ادام نکرد. Thank you.
عبدالله گلپریان، به این برنامه خوش آمدید. منم تشکر میکنم از شما به خاطر دعوتتون برای این برنامه. بله. جمهوری اسلامی علاوه بر اینکه جنازه رامین حسین پناهی رو تحویل خانواده نداد، قصد داشت جنازه پدرشون رو هم بدزده. چرا جمهوری اسلامی میخواست خاکسپاری محمد حسین پناهی، پدر رامین حسین پناهی، بدون برگزاری مراسم و به صورت پنهانی انجام بشه؟ بله، من اگه اجازه بدی ابتدا از طرف خودم و کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری در گذشت پدر رامین حسین پناهی رو به خانواده‌اش، به ویژه به دعای شریفه و تمام بستگانشون تسلیت بگم. مسئله اینه، برای همه مردم روشن الان دیگه، جمهوری اسلامی وقتی جنازه رامین حسین پناهی رو که سال 97 اعدام کرد همراه زانیار و لقمان مرادی، به خوبی میدونست که جامعه کردستان، مردم کردستان، حتی مردم برخی شهرهای دیگه ایران علیه این وحشیگری جمهوری اسلامی اعتراض خواهند کرد، به شدت اعتراض خواهند کرد. و اعتراضی که همیشه تو شهرهای کردستان و کلا تو کردستان الان دیگه به یه سنت جا افتاده تبدیل شده، اعتصاب عمومیه، اعتصاب عمومی کردن. جمهوری اسلامی از اینا نگرانه. به نظر من تلاش جمهوری اسلامی برای ربودن جنازه پدر رامین حسین پناهی نه از سر قدر قدرتیش، بلکه از سر ضعف و زبونی و ناتوانی جمهوری اسلامیه که حتی از جنازه یه انسان تو اون سن و سال میترسه، وحشت میکنه. و این گویای فضای اعتراضی جامعه در سراسر ایران و همچنین در شهرهای کردستان. من از همین جا دست تمام مردم رو که می فشارم به گرمی که تلاش کردن و اجازه ندادن که جمهوری اسلامی، عواملش، مزدورانش جنازه این انسان شریف و مبارز رو که در واقع قاتل اصلیش هم خود جمهوری اسلامیه، به خاطر دوری از فراغ فرزندش که نمیدونه جنازش هم کجاست، به این وضعیت دوچار شد. و دست همه مردم رو تک تک می فشارم که خیلی جسور، خیلی با استقامت کاری کردن که اجازه ندادن و جنازه رو پس گرفتن و خودشون خاک سپاری کردن. میخوام بگم اینها همش نشان از ترس و وحشت جمهوری اسلامیه که حتی دست به چنین حرکات سخیف و زشتی میزنه در رابطه با جنازه انسان. بله، همونجور که شما اشاره کردید، حضور و تجمع مردم مانعی شد در برابر نیروهای امنیتی و در برابر جمهوری اسلامی، علی‌رغم کشتار روزانه کولبران در این منطقه، در منطقه کردستان، دستگیری های فراوان، مردم روز به روز مصمم‌تر میشن. این حجم از حمایت مردم تن جمهوری اسلامی رو لرزون در اون شب که مردم به حمایت خانواده حسین پناهی اومدن. شما چه آینده ای رو میبینین با این، برای جمهوری اسلامی، برای با این عقب نشینی که اینا کردن در پس دادن جسد پدر رامین حسین پناهی؟ به نظر من جمهوری اسلامی جنازه رو پس نداد، مردم ازش گرفتن. با قدرت، با توان، با شهامت اومدن جنازه رو ازش پس گرفتن و جمهوری اسلامی با عنوان حکومتی درنده که همه میشناسن، تمام دنیا میدونه چه حکومتیه، تونستن در مقابلش بیستن. این نوع از تعرض، این نوع از خشم و نفرت مردم به ویژه در شهرهای کردستان یه سنت داره، یه سنت تاریخی داره که از همان روزای اولی که این حکومت اومده سر کار
در مقابلش ایستادند. چندین اعتصاب عمومی در شهرهای کردستان سازمان داده شد علیه توحش این حکومت، علیه کولبران اعتراض کردند. و این در مقابل چنین وضعیتی من میگم جمهوری اسلامی آینده ای نداره و شاهد هستیم هممون روزمره، به ویژه در شهرهای سراسر ایران روزی نیست، ساعت و دقیقه ای نیست ما شاهد اعتراضات خیابانی، اعتصابات کارگری و خشم و تنفر مردم علیه این حکومت نباشیم. به این اعتبار من میگم جمهوری اسلامی آینده ای نداره و دقیقا به خاطر این بی آیندگیه که خودش میدونه عمرش به سر اومده و در مقابل اعتراضات مردم دست به چنین حرکت اشاره کردم زشت و ضد انسانی میزنه که جنازه انسانها رو در واقع بدزده. این یعنی بی آیندگی، این یعنی به نظر من شکست جمهوری اسلامی که کارش به اینجا رسیده. بله، شما تو صحبتاتون گفتین که زمانی که رامین و زانیار و لقمان رو جمهوری اسلامی اعدام کرد از ترسش بود که جسدها رو هنوز جاشون رو نگفته به این خانواده های دادخواه و دادخواه و مردم نه تنها در کردستان، در شهرهای دیگه هم باز اومدن حمایت کردن. چیزی هم که الان ما شاهدش هستیم بازم همینه، فعالان و خانواده‌های دادخواه بسیاری با خانواده پناهی ابراز همدردی کردن، از جمله گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی و بیش از 260 فعال مدنی، سیاسی و حقوق بشری بیانیه‌ای در این خصوص دادند و اینها را هم باز شما این حمایت رو چطور می‌بینید و چه تأثیری باز بر جمهوری اسلامی خواهد داشت این حمایت هایی که بسیار داره صورت می‌گیره از جانب مردم؟ این حمایت ها الان سال هست که وجود داره، یه سرش توی مشهد و تهران، یه سرش تو خوزستان و کردستانه. جمهوری اسلامی به خیال خودش فکر میکرد میتونه با ایجاد تفرقه در میان مردم به خاطر زبون و نسبت هایی که به مردم مناطق مختلف میدن میتونه میان مردم اختلاف ایجاد بکنه. مادر ستار بهشتی همونطوری که شما اشاره کردی، خانواده جان باختگان تو شهرهای مختلف ابراز همدردی با مادر رامین حسین پناهی و موارد بسیاری داشتیم در این زمینه تو سالهای اخیر. به نظر من این همبستگی، این اتحاد، این نزدیکی میان مردم بیش از پیش پایه های حکومت جمهوری اسلامی رو به لرزه در آورده و این اتحاد، این همبستگی، این جوش و خروش اجتماعی که مردم همبسته، چه به ویژه مادران دادخواه که الان دیگه به یک پدیده، به یک حرکت اجتماعی تبدیل شده، در مقابل این توحش جمهوری اسلامی ایستادن و این اتحاد و همبستگی مردم رو بیشتر میکنه در سراسر کشور علیه جمهوری اسلامی. و همونطور که دایی شریفه هم گفته بود در خصوص حمایت مردم، گفته بود که باز هم از این مردم شکست خوردید و پیروزی از آن ماست و پیروزی از آن مردم ایران خواهد بود. عبدالله گلپریان، ممنون که در این برنامه حضور داشتید و دعوت ما رو پذیرفتید. تشکر میکنم منم از شما برای دعوتتون.
بینندگان محترم، متاسفانه در هفته گذشته جمهوری اسلامی بعضی از خوانندگان رپ رو دستگیر کرد، از جمله توماج صالحی. توماج صالحی در شعرهای خودش به موضوعاتی چون اعتصابات کارگری، فساد دولتی، اعدام و زندان، قرارداد 25 ساله با چین و بی‌اعتنایی هنرمندان به وضعیت جامعه پرداخته بود و موزیک ویدیوهای او با استقبال گسترده کاربران ایرانی روبرو شده بود. توماج صالحی در یکی از آخرین توییت‌هاش قبل از دستگیری نوشته بود که بدونید من از مرگ و حبس و شکنجه نمی ترسم. ترس من از اینه که تن فروشی از فقر ببینم و خفشم. مردم رو تا کمر تو سطل آشغالا ببینم و خفشم. ببینم کارگر رو میزنی خفشم، معترض رو میکشی و داغدارش رو، حقخواهش رو شکنجه میکنی و خفشم. بین ما و شما دریای خونه. همچنین در چند روز پیش از بازداشتش در حساب توییتری خود از تغییر گوشی تلفن همراهش به خاطر جلوگیری از احتمال دستگیریش خبر داده بود که متاسفانه دستگیر شد. و الان پس از گذشت حدود یک هفته از بازداشت این خواننده، همچنان مردم و نهادهای بین المللی از او حمایت می کنند و خواستار آزادی او هستند. با هم یکی از کلیپ های توماج رو ببینیم و برگردیم. بله بله قربان، زندگی نرماله، یه سال کار کرد یه شب شام کفاره. بله چشم قربان، زندگی نرماله، به جز اینم نمیگیم مبادا که جرم باشه. بله بله قربان، زندگی نرماله، یکی تو گور خوابه یکی 10 تا برج داره. بله چشم قربان، زندگی نرماله، حقمونو نمیخوایم مبادا که جرم باشه. قربان پایینو دیدید، سفره خالی رو دیدید، شما نورتون زیاده، شهر تاریکو دیدید. اینجا که باریک کمر چون خونا رو مکیدید، اینجا که کثافتتونو از بالا میریزید. دیدید چقدر فرق داریم، دوریم ازتون، بیلیت نمیخواد دعوت منی تمتون. پسر برو تو اتاق آقا رو نترسون، ایشون کهنه و پاره، ندیدن نه حتی از دور. قربان نظاره کنید، شما ستاره شدید با کوسوی نور همینا که اعدام میکنید. شما با اشتباه رشد کردید، به جای توبه نقد منتقدم بریدی تا اراده کنید. قربان شیرین کنید کامتون رو تلخ کلامم، اینجا مردم فقط زندن زندگی ندارن، بچه های ما شبا سر رو گشنگی میذارن. ببخشید وجدانای شما چجوری میخوابن؟ بله بله قربان، زندگی نرماله، یه سال کار کرد یه شب شام کفاره. بله چشم قربان، زندگی نرماله، به جز اینم نمیگیم مبادا که جرم باشه. بله بله قربان، زندگی نرماله، یکی تو گور خوابه یکی 10 تا برج داره. بله چشم قربان، زندگی نرماله، حقمونو نمیخوایم مبادا که جرم باشه. بخش کل دنیا از مردمش حمایت میکرد، دولت ما مسئول نبود شکایت میکرد، به معترضا برچسب اختشاشگر میزد، به زندان کفایت میکرد، نه جنایت میکرد. بیشک مارک خورد زدیم، ما تنها کشوریم که واکسنش فرق داشت، مرفه و فقیر تو اصل علم زن و واسه زیباییش میزنیم، با ون پلیس میدوزیم ناکجا میبریم. سبد خرید خالی تو سفره نفتم نداریم، دنیا تو مریخ و ماه، ما تو یه قهقراییم. مرده هایی که باید تو فکر مرگم نباشیم، چون حتی پول سنگ قبل و کفن و دفنم نداریم. من آژیر خطر رو زدم تا گوشو بسوزه، گرسنه هایی داریم که فرصتشون یه روزه. اون لب مرگو بوسیده کجاست کی میدونه، لااقل یکی بره براش لالایی بخونه. بله بله قربان، زندگی نرماله، یه سال کار کرد یه شب شام کفاره. بله چشم قربان، زندگی نرماله، به جز اینم نمیگیم مبادا که جرم باشه. بله بله قربان، زندگی نرماله، یکی تو گور خوابه یکی 10 تا برج داره. بله چشم قربان، زندگی نرماله، حقمونو نمیخوایم مبادا که جرم باشه. میترسیم از سال بعد از اجاره خونه، از مدرسه هایی که وسط بیابونه، پرنده پر نمیزنه تا بیاب و دونه. این زندگی نرمال یا بیمارمونه؟ جنس بیکیف یت اینجا مثل طلا میمونه، کارگر دو شیفت میدوه پراید فرار میکنه، توی این چرخه ی فاسد تلاش میخوره، سیستم واسه یکی یه میلیون رو فدا میکنه. واسه مالکشا که تو آمریکا مست فسادن، برون ریزی عقده تخلیه یه فاضلابن، اینجا چپ و راست نداره همه یه جناحن، میگیم گیر باطلاقی میگن پی اصلاحن. احیانا چیزی هست که بهتون بر بخوره، احیانا فکر کردین شهروند بردتونه، مردم نون نخورن نون شما چرب بمونه. قربان گفتنم دلیل کیشی سرتونه. تانکرای نفت تو صف تو راه رفت، لاله های سرخ فرش دلار سبز،
شهر پر از فقر سوت صدای مرگ مسهور پول و روح رجال پست بدون جناهیم دنبال رهایی دستای گره به هم زنجیر انسانی بدون جناهیم دنبال رهایی قدرت اتحاد تقدیر خود ماییم تانکرهای نفت تو صف تو راه رفت لاله های سرخ فرش دلار سبز شهر پر از فقر سوت صدای مرگ مسهور پول و روح رجال پست تانکرهای نفت تو صف تو راه رفت همراهان عزیز همونطور که میدونید دادگاه حمید نوری یکی از عاملین کشتار دهه 60 در سوئد در جریانه. برنامه این هفته رو با ویدیو کلیپ زن جوانی که پدرش در مرداد ماه 1367 توسط جمهوری اسلامی اعدام شد به پایان میرسانیم. ممنون که تا این لحظه همراه ما بودید. من نوشین کدخدایی به همراه همکارم حسین خدایی‌فر اوقات خوشی را برای شما آرزومندیم. شاد باشید. میخواهم امروز عینک پدرم را به چشمانم بزنم و دنیا را از نگاه او مشاهده کنم. پدری که 33 سال پیش با همین عینک دنیا را نگاه میکرد و آنها این دنیا را از او گرفتند. حتما این عینک خاطرات زیادی با پدرم دارد. کتاب خواندن‌هایش، شکنجه شدن‌هایش و تمام روزهای سختی که احتمالاً در آرزوی دیدار تنها دخترش به او گذشته. چه رازها که در دل شیشه‌های ترک خورده این عینک نهفته است. کاش می‌توانست حرف بزند، کاش می‌توانست بگوید هفته مرداد 67 به پدرم چه گذشت. زمانی که از میان راه روهای تاریک و تو در توی زندان او را برای بازجویی می بردند به چه چیز فکر می کرد. زمانی که پاسداران دو طرف راه رو می استادند و او برهنه از میان آنها عبور می کرد و با ضربه های ناجوان مردانه او را کتک می زدند او به چه چیز فکر می کرد. آه ای عینک قدیمی برایم بگو، برایم از روزهایی بگو که پدر در خیالش مرا در آغوش می گرفت و به امید دیدار من روزهای سیاه را سپری می کرد. برایم از شب اعدام بگو، از قدمهای مصمم پدرم، اما حتما او هم ترسیده بوده است. آدمیزاد است دیگر، ترس دارد. با تو چه کسانی را دیده است؟ ای کاش بود و چهره همه آنهایی را که در آن روز دیده بود برای من بازگو می کرد. حالا که فرصتش پیش آمده، حالا که حمید نوری را خیلی ها شناختن، کاش بود و با تو به چشمهای او ظلم می زد ساعتها بی آنکه حرفی بزند و تو را گواه تمام آن روزهای سیاه و تلخ می گرفت. چه خیال باطلی، سال هاست که او نیست و تنها یادگار او یک عینک مستطیلی مشکی است. پدرم، دلم برایت تنگ است. در حالی که با عینکت به قاب عکست خیره می شوم به من لبخند می زنی و می شنوم که می گویی دخترم عینک پدرت را زمین نگذار. خودم بازی خودم برم، ولی کسی نمیذارم بکشن اینجا. الان اون هستی خوشم بزن دیوار.